نکته ای که هستش اینم بگم کار ادیتش کار دست خودمون نیست و بازی 11 فریمه. ببینیم که این دوتا بازیکن جوون آینده دار دنیای اسنوکر چی کار میکنن. بازی ها رو امیدوارم تا اینجا کیف کرده باشید و سی اینجا میس میده. اینا درست میگم رفقا این دوتا با هم دیگه خوردن تو نیمه نهایی که لوکا ورسل بردتش دیگه سی رو حذف کردن مسابقات جهانی. اگر شما نکنم همینه. البته سال 2023 نه لوکا هم اینجا میس میده. کلا فریم اول همه بازی‌های اسنوکر یه همچین غیر و غورایی توی فریم اول هستش. بازیکن‌ها میس عجیب و غریب میدن. فقط با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید و بریم در ادامه ماجرا ببینیم که سی توی کشور خودش میزبان لوکا برسل هستش. بعد ببینیم که از خجالتش در میاد مسابقات جهانی و یا که نه. یعنی بچه اگه بعضی از توپا نیست ما ادیت نکردیم، صرفا دوست داشتم با هم دیگه این مسابقه رو ببینیم و ببینیم که چه اتفاقاتی چه ضرب. بچه یه لحظه فکر کردم شما هم همین حس کردین. من یه لحظه فکر کردم توپ مشکی رو لبه بانده. تب امکان ندارم جنسی خطایی دید رو ببین. تا کجا؟ یک هیچ به نفع سی. من به شدت از نوع سبک ضربه زدن لوکا خیلی خوشم میاد. نمیدونم شما نظرتون با من یکی هست یا نه. سی رو هنوز احساس میکنم به اون پختگیه نرسیده. احساس میکنم همچنان همون داستان لاک پشت و خرگوش رو اجرا میکنه با حریفای خودش. خیلی چون قویه نمیدونم همچین حسی دارم. احساس میکنم صدش رو نمیذاره. حالا میگه بریم ببینیم چی میشه. ولی به نظر من اگر کارکتر این به کارکتر شخصیتی هم خیلی ربط داره. کارکترش به نظر من یکم روش کار بکنه بد بازیکن سمیه سی. یعنی بیرحمانه میتونه این بازیکنها رو ببره. شوخی نیست دا نفر سوم دنیا شده ها. و اینجا لوکا برسل کینه این اجازه نمیده که طعم شیرین فریم قبل به دل سی به قول معروف مزه مزه بکنه و بشینه و سریع ازش فریم رو میگیره و بازی رو به تساوی میکشونه. نه با این حجم بریک کم شما نمیتونی قهرمان جهان رو ببری. باید دستت پر باشه. باید خیلی پخته تر از این حرفا بازی بکنی. اونم لوکا برسلی که اصلا شبیه جوون خام بازی نمیکنه. خصوصا از موقعی هم که قهرمان جهان شده اون اعتماد به نفس که باید به دست بیاره هم به دست اوورده. 33-34 گرفت قرمز و بله چرا نگیره. به سادگی خیلی شیک خیلی مسلط انگار خیلی سال اسنوکر بازی میکنه. نسبت به سنش پخته خیلی درست بازی میکنه. 2-1
ببینیم سی بالاخره اون کارکتری که باید داشته باشه رو پیدا میکنه، ما اون بازی خفن ازش ببینیم. بچه این نکته که به شما میگم بی نهایت مهمه. هر کس توی ایران اگر مخالف حرف من بود میتونه دایرکت پیام به من بده، اگر که رزومه خوبی داره حتما بیاد با هم دیگه گپ بزنیم. اگر مخالف حرف من هست، کارکتر شخصیتی بی نهایت توی سبک بازی شما تأثیر داره، چه بخوای چه نخوای. اوه چه قرمزی گرفت اون وسط، شخصیت شما توی بازیتون تأثیر میذاره. حالا میگی نیما چه شخصیتی خوبه؟ اسنوکر آدم جدی میطلبه. یعنی من یه آمار همینطوری تجربی گرفتم، آدم جدی بیشتر چیز میکنه. حالا میگی نیما اینو رو چی داری سوال میزنی؟ من دارم رو بچه های خودمون نگاه میکنم، رصد میکنم، بررسی میکنم، مقایسه میکنم. آدم هایی که آدم جدی هستن جواب بهتری میگیرن. اینا همه واسه بعد چیزها ها، علم، ثبات، تجربه بازی رو یاد بگیرین. نه که چه غلطی داره میکنه ادیتور؟ ادیتور داره چه غلطی میکنه؟ چه شکری داره میخوره ادیتور تو این ویدیو؟ اوکی بازی رو به تساوی میکشونه. یه لحظه ادیت میکروبی زد. 2-2 بریم به سراغ فریم 5 بازی. ولی کلن کاری به این ندارم، ادیتاشون خوب نیست. دقت کنی میفهمید چی داره میشه. آره کل یه لانگ پات خوب. ببینیم این اژدهای درون سی بلند میشه یا نه. جالب نیستش که سال 2024ایم و هنوز یه سری ها معتقدن که حیوانی بوده که از دهنش آتیش میزده بیرون. اما حالا آتیشاش فرق هم میکنه، مالکیشون آبی بوده، مالکیشون برق میزده، یکیشون آتیش بوده. من نگر بینم. Exchange that, wasn't it, for Pames? He could do. It's one of those situations where you base it. Selby made that 80 brick. Ooh, and that pink is... CO2 hashed. Well, they're all the lot. یه جورایی احساس کنم موتورش روشن شد سی. حسم اینو میگه. حالا باشه شما همین حسیه که من نسبت به سی دارم شما هم دارید؟ این نقد و بررسی که میکنم نسبت به سی هم شما همین حسو دارید؟ احساس کنم خیلی قوی تر از این حرف هست. بله نه تنها 2-1 رو عوض میکنه با 2-2، نتیجه هم اینجا میکنه 4-2. ببینیم قهرمان جهان رو از شانگهای مسترز حذف میکنه و بلیت هواپیما رو براش میگیره به فرصتش لندن یا که نه. نکته ای که هستش
اینم بگم کار ادیتش کار دست خودمون نیست و بازی 11 فریمه. ببینیم که این دوتا بازیکن جوون آینده داره دنیای اسنوکر چی کار میکنن. بازی ها رو امیدوارم تا اینجا کیف کرده باشید و سی اینجا میس میده. اینا درست میگم رفقا، این دوتا با هم دیگه خوردن تو نیمه نهایی که لوکا برسل بردتش دیگه، سی رو حذف کردن مسابقات جهانی اگر اشتباه نکنم همینه. البته سال 2023 نه لوکا هم اینجا میس میده. کلا فریم اول همه بازی های اسنوکر یه همچین غیر و غورایی توی فریم اول هستش، بازیکن ها میس عجیب و غریب میدن. فقط با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید و بریم در ادامه ماجرا ببینیم که سی توی کشور خودش میزبان لوکا برسل هستش. بعد ببینیم که از خجالتش در میاد مسابقات جهانی و یا که نه. بچه اگه بعضی از توپا نیست ما ادیت نکردیم، صرفا دوست داشتم با هم دیگه این مسابقه رو ببینیم و ببینیم که چه اتفاقاتی چه زر. بچه یه لحظه فکر کردم شما هم همین رو حس کردین، من یه لحظه فکر کردم توپ مشکی رو لبه بانده. طب امکان ندارم چیزی خطایی دید و ببین تا کجا. یک هیچ به نفع سی. من به شدت از نوع سبک ضربه زدن لوکا خیلی خوشم میاد، نمیدونم شما نظرتون با من یکی هست یا نه. سی رو هنوز احساس میکنم به اون پختگیه نرسیده، احساس میکنم همچنان همون داستان لاک پشت و خرگوش رو اجرا میکنه با حریفای خودش. خیلی چون قویه نمیدونم همچین حسی دارم، احساس میکنم صدشو نمیذاره. حالا میگه بریم ببینیم چی میشه، ولی به نظر من اگر کارکتر این به کارکتر شخصیتی هم خیلی ربط داره، کارکترش به نظر من یکم روش کار بکنه بعد بازیکن سمیه سی، یعنی بیرحمانه میتونه این بازیکنها رو ببره. شوخی نیست نفر سوم دنیا شده ها. و اینجا لوکا برسل کینه این اجازه نمیده که طعم شیرین فریم قبل به دل سی به قول معروف مزه مزه بکنه و بشینه و سریع ازش فریم رو میگیره و بازی رو به تساوی میکشونه. Reasonably well. Can't avoid it. 13. Nah, nah, nah. با این حجم بریک کم شما نمیتونی قهرمان جهان رو ببری، باید دستت پر باشه، باید خیلی پخته تر از این حرفا بازی بکنی. اونم لوکا برسلی که اصلا شبیه جوون خام بازی نمیکنه، مخصوصا از موقعی هم که قهرمان جهان شده اون اعتماد به نفسه که باید به دست بیاره به دست اوورده. 33-34 گرفت قرمز و بله چرا نگیره. به سادگی خیلی شیک خیلی مسلط انگار خیلی سال اسنوکر بازی میکنه، نسبت به سنش پخته خیلی درست بازی میکنه. 2-1 ببینیم سی
بالاخره اون کارکتری که باید داشته باشه رو پیدا میکنه، ما اون بازی خفن ازش ببینیم. بچه این نکته که به شما میگم بی نهایت مهمه. هر کس توی ایران اگر مخالف حرف من بود میتونه دایرکت پیام به من بده، اگر که رزومه خوبی داره حتما بیاد با هم دیگه گپ بزنیم. اگر مخالف حرف من هست، کارکتر شخصیتی بی نهایت توی سبک بازی شما تأثیر داره، چه بخوای چه نخوای. اوه اوه چه قرمزی گرفت اون وسط، شخصیت شما توی بازیتون تأثیر میذاره. حالا میگی نیما چه شخصیتی خوبه؟ اسنوکر آدم جدی میطلبه. یعنی من یه آمار همینطوری تجربی گرفتم، آدم جدی بیشتر چیز میکنه. حالا میگی نیما اینو رو چی داری سوال میذاری؟ من دارم رو بچه های خودمون نگاه میکنم، رصد میکنم، بررسی میکنم، مقایسه میکنم. آدم هایی که آدم جدی هستن جواب بهتری میگیرن. اینا همه واسه بعد چیزها، علم، ثبات، تجربه بازی رو یاد بگیرین، نه اینکه چه غلطی داره میکنه ادیتور. ادیتور داره چه غلطی میکنه؟ چه شکری داره میخوره ادیتور تو این ویدیو؟ اوکی بازی رو به تساوی میکشونه. یه لحظه ادیت میکروبی زد. 2-2. بریم به سراغ فریم 5 بازی. ولی کلن کاری به این ندارم، ادیتاشون خوب نیست. دقت کنی میفهمی چی داره میشه. آره کل یه لانگ پات خوب. ببینیم این اجده های درون سی بلند میشه یا نه. جالب نیستش که سال 2024ایم و هنوز یه سری ها معتقدن که حیوانی بوده که از دهنش آتیش میزده بیرون. مالا آتیشش فرق هم میگه، مالکیش آبی بوده، مالکیش برق میزده، یکیش آتیش بوده. من دیگه حرفی ندارم. سی و دو هشت. یه جورایی احساس کنم موتورش روشن شد. سی حسم اینو میگه. حالا باشه شما همین حسیه که من نسبت به سی دارم شما هم دارید؟ این نقد و بررسی که میکنم نسبت به سی هم شما همین حسو دارید؟ مثلا کنم خیلی قوی تر از این حرف هاست. بله نه تنها 2-1 رو عوض میکنه با 2-2، نتیجه رو هم اینجا میکنه 4-2. ببینیم قهرمان جهان رو از شانگهای مسترز حذف میکنه و بلیت هواپیما رو براش میگیره به فرستش لندن یا که نه. Finalists half of the draw. 75. Mention right away. Here they are. All these decades on, still at the top of the game. Outfoxed at the end of this match 83. By one of the absolute we end with a century now. Every chance. 91. Yeah, fine way. Nokteke hastesh.
اینم بگم کار ادیتش کار دست خودمون نیست و بازی 11 فریمه. ببینیم که این دوتا بازیکن جوون آینده داره دنیای اسنوکر چی کار میکنن. بازی ها رو